سلام نوروزتون مبارک خوش اومدید به اپیزود 155 پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام عیدتون مبارک منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما امیدوارم که سال خیلی خیلی خوبی باشه به از این سالها باشه 100 سال به از این سالها باشه وش به از این سالها آره آقا رزا یک نوروز دیگه این سومین عید نوروزیه که پادکست فکتنامه رو داریم و عید رو تبریک میگیم هر سالم آرزو کردیم که شالله سال دیگه بهتر باشه امیدواریم امسال دیگه سال واقعا بهتری باشه اتفاق بیفته همه چیز به سمت سوی بره که زندگی مردم زندگی مردم ایران شرایط بهتر و پایدارتر و خوشتری پیدا بکنه انشالله <laughs> قبل از اینکه شروع بکنیم یه یادآوری دیگه بکنیم ما تو هفته های آینده تا پایان تعطیلات عید میخوایم که گزارش سالانه فکنامه رو منتشر کنیم که یه بخشیش انتخاب فکچک سال یعنی به دست مخاطباس که هفته گذشته هم گفتیم لینکش رو گذاشتیم خیلی از شما شرکت کردید ولی خب دوست داریم بیشتر شرکت کنیم اگر شرکت نکردید لطفا برید در بخش توضیحات پادکست لینکش اونجا هست فکر میکنم زیر یک دقیقه وقتتون رو بگیره ما یه سری فکت چک رو انتخاب کردیم که به نظر خودمون جالب ترین ها بودن تو امسال به دلایل مختلف حالا یا پر بیننده و پر خواننده بودن یا موضوع جالبی داشتن واکنش های خوبی داشتن ما اونا رو انتخاب کردیم چند رو میتونید از بین اونها انتخاب کنید ولی اگر فکچک دیگه ای رو مد نظرتون هست که یادتونه و اونو بیشتر از بقیه میپسندید بیشتر از بقیه اونایی که ما انتخاب کردیم یه جای خالی هست که میتونید رأیتون رو به اون چک بدید خلاصه بشه تا بید قفلت موجب پشیمانیست قبلا گفته بودیم که تا آخر سال 1402 وقت دارین حالا یه روز دیگه هم تمدید میکنیم بعدش میبندیم این لینک نظر سنجی رو خلاصه شرکت کنید بله خب مثل همیشه قبل از شروع این توضیح رو بدم که کار ما در فکنامه فک چکینگ حرف های مسئولان و خبرهایی که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر میشن ما میریم سراغشون و میبینیم که چقدر درستن یا چقدر نادرست و بهشون نشان میدیم یکی از شش نشان رو نشان میرزا بهشون میدیم و اینکه ما این پادکست رو چهارشنبه اول فروردین 1403 شب به وقت ایران ضبط میکنیم و این قسمت روز جمعه سوم فروردین منتشر میشه این توضیح مهمه که تا اون روز اگه اتفاق جدیدی بیفته که البته معمولا اتفاق جدیدی یکی دو روز سال معمولا روزای پرخبری نیست رسانه ها مت تعطیلن خلاصه اگر یه وقتی اتفاق جدیدی افتاد که اه. ما توی پادکست بهش اشاره نکردیم بدانید آگاه باشید که ما دو روز زودتر ضبط کردیم خب این هفته فکچک ها زیاده بریم سریع مرورشون کنیم که خیلی کار داریم خب فکچک های این قسمت رو با یه سوژه شروع کنیم که بخشی از یک شایعه بزرگتره و احتمالا شنیدید که این روزها ممکنه شنیده باشید که این روزها همسر ولیعهد بریتانیا نیست ناپدیده کسی نمیدونه کجاست هیچ خبری ازش نیست پست هایی که مثلا یه عکس منتشر کردن و عکس خانوادگی به مناسبت روز مادر در چون روز مادر در بریتانیا فرق داره با جای دیگه منتشر کردن کاشف به عمل اومد که کلی دستکاری شده این عکس و عکس اصلا فوتوشاپیه ماجره های بیشتری پیش آورد در کنار این ماجرا بعد دیگه الان تبدیل شده به تئوری توتعه و همچنان هم ادامه داره کسی هم نمیدونه که چی به چی و حرفای عجیب غریب هم زیاد داره میاد خب طبعا کسی نباید باور بکنه فعلا تا یه سند درست حسابی نش... ارائه نشه یه میگن از دنیا رفته یه ده میگن نمیم شوهرش خیانت کرده قصه های عجیب قریب دارن میسازن ولی اینی که ما میخوایم فکر چک کنیم یه چیز یه ذره جدیتره جدیتر به من به معنی یعنی موضوعش جدیتره مربوط میشه به شایعه در گذشت چارلز سوم پادشاه بریتانیا که این هم یکی از اومده روی تمام شایعه هایی که درباره خانواده سلطنتی داره مطرح میشه و تو شبکه اجتماعی و رسانه بهش میپردازم بحثش هم مفصله ولی به طور خاص خیلی این خبر دست به دست شد که پرچم بریتانیا در کاخ باکینگهام به حالت نیمه افراشته در اومده و دلیلش هم اینه که چارلز سوم بر اثر سرطان از دنیا رفته خیلی هم زیاد بود حجم انتشار این شایعه خب میدونیم مدتی پیش کاخ باکینگهام رسما اعلام کرد که چارلز سوم مبتلا به سرطان شده و در حال درمان، س... درمانه و تا اون موقع در انظار عمومی ظاهر نخواهد شد البته یه بار ظاهر شد همین چند هفته پیش نخست وزیر رفت دیدارش و تصاویر عمومی ازش اومد اون موقع اعلام کرده بودن نمیشه ولی بله 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 بعد میشه. این ماجرا به این خبر خیلی مورد توجه قرار گرفته بود میدونیم خبرهای مربوط به خانواده سلطنتی توی بریتانیا نه فقط توی انگلیس بلکه در خیلی جای دنیا دنبال میشه و همیشه توی شبکه اجتماعی هم سر صدا میشه ولی به هر حال این زمینه طرح شایم افزایش میده با ماجرای کیت میدلتون هم گره خورده بود و این شایعه خلاصه اومده بود دوباره توی شبکه های اجتماعی ولی رسما اعلام شد که چارلز سوم زنده است و خبرهایی که از اینکه از دنیا رفته منتشر شده فیک نیوز جالبم هستش که اول از همه پیش از اینکه کاخ باکینگام یا منابع رسمی داخل انگلیس خبر رو تکذیب کنن سفارت های بریتانیا ها توی آذربایجان و اوکراین این خبر رو تکذیب کردن چون ظاهرا منبع خبر از فیک هم حسابای کاربری روسیه بودن خلاصه نه پرچمی نیم افراشته شده نه شاهی فعلا از دنیا رفته و اینا تا زمانی که ما این فکت چک رو نوشتیم و این پادکست رو داریم ضبط می‌کنیم یه شایعه بی اساس بوده که ما هم نادرست دادیم و عکس‌هایی هم که همراه این شایعه منتشر شده بود از پرچم نیمه افراشته کاخ باکینگ هام هرچند همه درست بود و دستکاری نشده بود ولی قدیمی بودن و مربوط میشد به زمان درگذشته ملکه بریتانیا ملکه الیزابت دوم خلاصه به هر حال اگه خبری هم بشه رو باید رو و اینا برن اونجا جمع بشن و خانواده راکفلر برن راکفلر آره اینا همه آره خیلی خبره آره خب آقا رضا این روزها به جز اینکه نوروزه ماه رمضان هم هست و خب شما بهتر از هر کسی میدونید که و شنونده این پادکست که ماه رمزون در ایران ماه رمزون نمیشه مگر اینکه یک دانشمند ژاپنی بیاد درباره فواید روزه اعلام نظر بکنه این خب امسال هم استثنا نبود امسال یه ذره فراتر هم رفت از اظهار نظر الان میری ماجرا رو بله همیشه هم خب یه سری دانشمند ژاپنی هستن که اینا زندگیشون رها میکنن میان سراغ سنت ها و آین ها و دین اسلام و اعتراف میکنن که در عجب میشن اصلا در, در میگرخن می فرهاد میگرخن حالا قصهش رو با آقا رضا با هم تعریف میکنیم موضوع چک از یه ویدیو میاد که یه بخشی از برنامه تلویزیونی محفل تو صدا سیما که یه برنامه قرآنی بود الان نمیدونم هنوزم هست یا نه ولی این ویدیو مربوط به فروردین پارسال یکی از شرکت کننده داره ادعایی رو درباره مسلمان شدن یه دانشمند ژاپنی مطرح میکنه که با هم بشنویم پروفسور یوشیسینو آموری از دانشگاه مرکزی توکیو اسلام آورد وقتی جایزه نوبل هم برنده شده بود داشت گفتن چرا گفت آیات 183 184 و 185 بقره قرآن مسلمان ها یه پدیده داریم به اسم اتوفاژی یا خودخواری سلولی ایشون اثبات کرد که وقتی روزه میگیرن مسلمان ها مسلمان ها دینن غیمن ملت ابراهیم یعنی دین حضرت ابراهیم چه جویش باشه یهودی باشه چه کریستین مانک مسیحی باشه چه مسلمان رسول الله باشه کل تابعین حضرت ابراهیم چون یا ای الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی لذ... من قبلكم. أشون بين نتيجة رصيد. Soon of afternoon. بعد از زور زود یعنی ساعت دو به بعد تمام روزه داران بدنشون کم میاره لذا بدن وقتی روده و معده کم آورده از سلول های کانسر سرطانی که در بدن ذخیره شده به علت بدخوراکی ما بعدا قرار سرطان بگیریم از اینا تغذیه میکنه اتوفاژی میکنه و اینا رو می میکنه نابود میکنه و طبق حدیث پیامبر ایشون اثبات کرد که سومو تصح روزه بگیرید سالم و سلامت باشید ایشون اسلام آورد یک هم داریم فاستینگ The Royal Way to Healing روزه راه شاهانه رسیدن به سلامتی هرمان آلمانی به انگلیسی هم ترجمه شده در این کتاب بیشتر از هفتاد بیماری رو که روزه از بین میبره چرا؟ چون فهمود و انتصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون اگر روزه بگیرید برای شما بهتره اگه قدر این حقیقت رو آقا رضا شما کامل این بخش این آقای خدامی آقای مرتضی خدامی بی بی اگه ندیدید برید من ببینید من دیدم آره پرونده یعنی ایشون واسه خودش یعنی حرفای دیگه هم میزنه و کلا در حال تردستی با مثلا حفظ شعر و حفظ شعر و حفظ, شعر و حفظ قرآن و حفظ نهج البلاغه و اینا هی اونا مثلا میگن خب با کلمه فلان اونم چار تا شعر میخونه و بعد میگن خب با کلمه چیچیک از قرآن آیه بیار یعنی همش یه جور تردستی واقعا یعنی یه چیزه برحال این آقایم که گفتم دیگه اسمش مرتزا خدامیه به عنوان حافظ کل قرآن شناخته میشه و حالا جایی که معرفیش کردن مدعیان که قرآن رو به عربی و انگلیسی ترجمه و تفسیر میکنه و حفظه البته یه جایی مسئله انگلیسی میگه من واقعا نفهمیدم چی گفت اصلا مرمیز چه زبونیه میگه انگلیسی ها میگن یه چیز دیگه یه چیز میگه من به شخص نفهمیدم چه زبونیه بر حال حالا نمیدونم قرآن رو به انگلیسی هم احتمالا همین شکلی چیز کرد حالا چند تا سوال اصلی وجود داره این گفتش درباره دانشمند ژاپنی اصلا آیا ما پروفسور به قول ایشون یوشی سینو آموری داریم که نوبل گرفته باشه نه اصلا چنین اسمی در بین برندگان نوبل نیست حالا احتمالا منظورش کی بوده منظورش یوشینوری اسومی بوده ایشون سال 2016 برنده جایزه نوبل, در فیزیولوژی و پزشکی شده حالا این آقای اسومی که ما قبلا اتفاقا چند سال پیش درباره ایشون در فکنامه یه مطلب منتشر کرده بودیم اون بار به نقل از خبرگزاری تسنیم دوباره در ماه رمضان دوباره یه دانشمند ژاپنی پیدا کرده بودن که بگه روزه چقدر خوبه برای سلامتی خب ایشون متولد 1945 و زیست شناس سلولیه و آقای اسومی نوبلش رو که در سال 2016 گرفته برای تحقیقات در حوزه خودخواری یا اوتوفاژی همینجوری که آقای خدامی هم گفت گرفته که هم میشه مکانیسم خودخاری اجزای سلول بله ولی خب این ادعا هم سالهاست داره مطرح میشه در رسانه ایران که این پروفسور اسومی تحقیقاتی کرده که ارتباط داره با روزداری و فواید روزهداری و همچون که گفتم قبلا هم سابقه داشت بله حالا برای این بررسی ادعا مقدار باید درباره مفهوم اتوفاژی یا خودخواری بدونیم توی این فرایند سلول ها به نوعی از همدیگه تغذیه میکنن در واقع یه نوع از مکانیسم دفاعی طبیعی سلول هستش حالا چرا مطالعات و پجوهش های آقای آسومی مهم بوده و نوبل گرفته دلیلش اینه که ایشون تونسته روندهایی رو پیدا بکنه که توی جهش های ژنتیکی رخ میده و همینطور تونسته روندهای عفونت رو توی یه سری بیماری مطالعه کنه و پیدا بکنه مثلا سرطان دیابت بیماری های اعصاب پارکینسون و آلزایمر ماجرا اینه که به طور کلی اگه سلول ها از مواد مغذی محروم بشن یعنی اگه پروتئین به سلول های سالم نرسه اینا میان از سلول های بیمار تغذیه میکنن در اون توضیحی که کمیته نوبل پزشکی نوشته از عبارت استارویشن به معنی گرسنگی طولانی استفاده شده و البته تو بعضی از مقال های پزشکی از عبارت فستینگ هم استفاده شده نکته خیلی مهمی که باید بهش اشاره کنیم اینه که فرق اساسی بین مفهوم روزه و روزداری توی اسلام و روزداری توی به معنی این اتفاقی که این فستینگی که توی پزشکی هست تفاوت اساسی داره از جمله در مدت زمانش یعنی روند اتوفاژی از 24 تا 48 ساعت گرسنگی به بعد تازه شروع میشه به اتفاق افتادن در صورتی که خب تو روزه اسلامی ما میدونیم و تو روزهای دیگه که تو ادیان دیگه هم هست جور دیگه یه فاصله زمانی به مراتب کمتر از اینه بعدش نوع رفتار روزداری هم هستش توی اتوفاژی میگم باید رایت کنید که حتما آب یا دمنوش در این فاصله خورده بشه که آدم دوچاره کم آبی نشه و برها خطرناکه ولی خب ما میدونیم تو روزداری اسلامی هر نوع مواد جامد ما هرچی آب خوردن و هوا و دود سیگار همه اینا روزه رو باطل میکنه که اصلا قضیهش کاملا متفاوت میشه یه بخش دیگه ای از گفته این گفته ای آقای خدامی که کاملا نادرسته مربوط میشه به اینکه گفته این این دانشمند ژاپنی بعد از دیدن عظمت روزه و درک عظمت روزه رفته مسلمون شده که خب تسلیم وقتی این خبر رو منتشر کرد دیگه تا اونجا نرفت گرخیده رفته مسلمون شده اون قسمت نوعی که تعریف میکنه با بعد ولی آقای خدامی اصلا برده گفته دیگه یه درجه ببریمش بالاتر و مسلمون کرده ایشونو به هیچ جایی به چنین موضوعی اشاره نشده ما آخه وقتی حتی اینا رو میشنویم خب 90 در 99 درصد میدونیم که غلطه ولی با این حال باز باید بریم مطمئن بشیم دیگه هیچ جایی اشاره به همچین موضوعی نشده که ایشون دینش رو عوض کرده یه مسلمون شده این ادعا کاملا بی اساس و نادرسته که آقای اسومی به دین اسلام گرویده باشه ایشون خب در سال 2014 بازنشست میشه و دو سال بعدش هم نوبل گرفته و الان هم در توکیو در یه مؤسسه تحقیقاتی فناوری مشغوله و کنم استاد افتخاریه در واقعیت اتفاقی که افتاده یه وجه مشترکی در نخوردن غذا پیدا شده این وسط این رو اومدن ربط دادن یعنی ذهنشون گفته هر کی غذا نمیخوره میشه روزه بعد روزه رو اومدن با هم دیگه کنار هم قرار داده بعد یهو یه دیگه داستان سرایی شده دیگه اومده دیده اوه اسلام روزه داره یهو یه گفته عجب چیز خفنیه مسلمون شده و من یافته هم رو از آیه های قرآن گرفتم و بعد دیگه اینا همه قصه است که ساخته میشه اینجا ما دو تا الگو رو من فکر میکنم میبینیم یکیش که شما اشاره کردی بحث ماه رمضان و دانشمند ژاپنی و اینا از الگوی مشترک تکرار شدند یک کمی دانشمندای سرشناس که مسلمون میشن این از قدیم بوده از شایعه درباره انیشتن و نمیدونم اینا بوده تا همین جدید مثلا ما سال 98 یه دونه فکچک داشتیم خیلی بامزه بود عنوانش حضور دانشمندان سرشناس جهان در مراسم ازاداری امام حسین بود چهار نفر آدم <applause> از این بنیاد ها که خارجیهایی که مسلمون میشن اومده بودن چایی و اینا نظری داشتن میریختن به اسم خب ما رفتیم سوابق اینا رو دنبال کردیم که کییان و چیان و به هر حال همشون جزء این آدمای نوکیش به من اینکه اومده بودن تازه اسلام آورده بودن محسوب میشدن اومده بودن ایران خب ساپورت مالی هم میشه مؤسسه هم هست همه ساپورت تحقیقاتی و اینا میشه فرصت مطالعاتی و اینا هم به داده میشه به اینا میان اومدن حالا شرکت کردن دارن چای میریزن نظری میکنن بعد اینا رو عکسشون رو میگیرن به اسم حضور دانشمندان سرشناس جهان که اومدن تحت تاثیر قرار گرفتن یهو دینشون رو عوض کرد اینم یه الگویه که ما قبلا بارها دیدیم و احتمالا باز هم خواهیم دید خلاصه ما به این مورد مسلمون شدن دانشمند ژاپنی و روزه و اینا طبق معمول و بر اساس استانداردی که داریم نشان شاخ دارد البته ما اینو نرفتیم پیدا بکنیم که بریم بچرخیم ببینیم مثلا از قدیم چی گفتن این چون دوباره داشت پخش میشد و مخاطبان برامون فرستادن تو اینستاگرام دوباره رفتیم سراغش وگرنه از و همون موقع ما اصلا ما, ما که خبر نداشتیم اینو مخاطبا برامون فرستادن چون خب ظاهرا به خاطر ما رمزون دوباره از این محتوا میرن پیدا میکنن و منتشر میکنن خب بریم سراغ خانم انسیه خزعلی که اخیرا تشریف فرده بودند به نیویورک در هفته گذشته مصاحبه از خانم انسیه خزعلی پخش شد معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بله آقا فراد گفتن رفته بودن ایشون نیویورک تا تو نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل شرکت کنه و اونجا با نشریه آمریکایی نیوزویک مصاحبه کرده بود خبرنگار از خانم خزعلی در این بار سوال میکنه که ایران درخواست داده که اسرائیل از کمیسیون مقام زن اخراج چه پاسخ خانم خزری هم اینه که با حیاهوی رسانه‌ای که هنگام مرگ یه زن جوان شاهد بودیم آنها با دروغ و شایع سازی ایران را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بیرون کردند. بعد هم میگه که حالا از اونور ۲۲ هزار زن و کودک در غزه کشته شدن ولی هیچ اتفاقی نیفتاده و این استاندارد دوگانه سازمان ملله حالا اخراج ماجرای اخراج ایران چیه که تو این ماجرا خب برمیگرده به آذر 1401 که حالا آمریکا قطعنامه ای رو به رأی میذاره برای اخراج ایران و میگه حضور ایران در این کمیسیون با توجه به اتفاقایی که داره میفته و سرکوب زنان و مردمی که حالا به بحث حجاب اعتراض داشتن و بعد, بعد کشته شدن محصا امینی لکه ننگیه بر دامان سازمان ملل متحد و باید اخراج بشه و این اخراج رو به رأی میذارن از 52 عضو حاضرتون جلسه 29 کشور به اخراج ایران رأی مثبت میدن و 8 کشور رأی منفی میدن 16 کشور هم رأی ممتنع که روسیه و چین و عمان جزو کشورهایی بودن که رأی منفی دادن به اخراج ایران خلاصه پروسش این بوده ولی خب گزارشی که اخیرا چند ماه پیش در بهمن 1402 کمیته حقیقت یا به سازمان ملل متحد درباره اعتراضات سراسری سال 1401 مطرح کرد در واقع اون توجیه قطنامه برای اخراج ایران از این کمیسیون رو تا حدی تایید میکنه این گزارش میگه که در واقع تایید تاکید میکنه که مرگ خانم امینی بر اثر علل خارجی بوده و حالا من نقل قول میکنم وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده خب تو این گزارش هم اشاره میکنه که بیش از 550 نفر در 28 استان کشته شدن و تو این گزارش هم همچنین خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت هم از ویژگی های برخورد حکومت با اعتراضات و بازداشت ها بوده که خب اینم بهش اشاره شده و ولی خب ایران خب طبعا مخالفت کرده با یافته ها و نتیجه گیری این گزارش و اونو بهش گفته که جانب است و غیر قابل راستی آزمایی من این غیر قابل راستی آزمایی شد حقیقتش نفهمیدم که چرا غیر قابل راستی آزمایی معمولاً وقتی که ایران مثلا اجازه تحقیقات مستقل نمیده اتفاقی که میفته از این طرف میگی فلان چیز که گزارش دولت ایران غیر قابل آزماییه و یا یعنی نه گزارشی که اومده و بر اساس موارد مستند شده و اتفاقات یعنی در واقع گزارش بر اساس داده های حد اقلی و اینها معمولا تایید و تایید میشه یعنی این سوالی بودش که برای خود خودم اصلا چرا به این واژه فقط میتونن سر ردش کنن بگن صحت نداره ولی برام سوال بود که چرا به گزارش کمیته میگفتن مواردش غیر قابل راستی آزماییه در صورتی که تکنیکی برای حکومت ایران که دسترسی به همه مدارک و شواهد و داره داخل خود ایران که قاعدتا نباید غیر قابل راستی آزمایی باشه مثلا ادعایی که کمیته بچک کرده اما به آره، هر حال خیلی چیز معمولا توی مثلا تکذیبی که ما میدیدیم اینجوری بودش که میگفتن اینو رد میکردن میگفتن چه این چیزی صحت نداره مغرزانه است و از این چیزها میگفتن این دفعه اینکه این ادعا غیر قابل راستی از یه ذره استفاده از این واژه و عبارت یه ذره عجیب بود آره و حالا خانم خزلی هم در نیویورک به هر حال علاوه بر اینکه اینو نتایج این گزارش رو رد کرده گفته که حالا ایران رو اخراج کنه اسرائیل هم حالا باید اخراج کنید به خاطر این ماجرایی که در غزه داره اتفاق میفته بحث اسرائیل حتی از طرف کسایی که منتقد اسرائیل هستن مخالف اسرائیل هستن موضع حقوق زنان و اینا نیست اصلا یه کانتکسش یه چیز دیگه ای موضوع دیگه یه قاعدتا اگه بخواد یه چیزی هم بررسی بشه باید بره توی کانتکست uh, دیگه در صورتی که اتفاقی که تو ایران افتاده بود کاملا بحث از نقض حقوق زنان نقض آزادی های اولیه حقوق شهروندی زنان آغاز شده یک نفر به خاطر این اتفاق کشته میشه این دستمایه اعتراض گسترده به نقض حقوق زنان داخل ایران میشه همونجوری که گفتی توی گزارش سازمان ملل اومده تعداد زیادی از افراد کشته میشن و هنوزم اصلا این بحث در سطح عموم جامعه جریان داره خلاصه این بحث یعنی بی ارتباط بودن این طرح این مسئله اینجا هم موضوع مهمیه که باید بهش توجه داشته داشت. باشیم به حال این مجموعه موارد رو که باید در نظر بگیریم اینایی که در گزارش اومده گزارش ساز بلال بلل و اینکه آره خانم خزعلی هم به حال تو استدلالش میاد در واقع تمام این اتفاقات رو و تمام این پرونده ای که الان برای ایران ساخته شده و اعتراضاتی که به خشونت ها و سرکوب گسترده زنان بوده نادیده گرفته و اومده گفت فکر و اومده اخراج ایران از این کمیسیون رو تقلیل داده به به قول خودشون مرگ ناگهانی یک خانم در صورت که اینجوری نبوده قصه شدیدتر از این حرفاست و ماجرا گسترده تره و خب به وضوح با واقعیت فاصله داره و ادعای نادرستیه و ما هم بهش نشانه نادرست دادیم یکی از مطالبی که توی روزهای گذشته خیلی باستاب گسترده ای توی شبکه های اجتماعی و حتی رسانه ها داشت مصاحبه آقای ایرج حسابی فرزند دکتر محمود حسابی با کامران نجف ساده توی برنامه برمودا توی شبکه نسیم بود که خب حجم گسترده از مطالب عجیب غریب تو این برنامه مطرح شده بود از جمله یه ادعایی مربوط به خرید زمین در کره مریخ که آقای حسابی زمین خریده اینو بشنویم اول صحبت های ایرج حسابی رو بعد پروفسور حسابی تو مریخ هم زمین خریده بودن بله بله چه ببینید سازمان بین الملل فضا آه. برای اینکه دنیا اعتنا نمی کرده بهش میگه ما باید کشورهای مختلف و صاحب یه ملکی بکنیم آه. در فضا که علاقهشون شون جلب بشه میاد قرار میذاره که هزار دلار از هر کشوری بگیره هزار دلار هزار میزنه زمین تو کاره مریخ به متر یه دلار دلار واقعیه بله بله یعنی ما الان هزار متر زمین, داریم تو مریخ سند چه پیش شماست بیان ببینیم خب سند پیش شماست که ملیر... میدونم این الان بلده. یعنی چی جوریه الان حالا ما هزار زمین داریم دیگه تو کره مریخ طرف کلاوردار زم... نبود الان که هزار دلار بگیره کدوم زمین تو من زمینمو من نمیدونم من هم. چی بگم نه من منطقه ها اینا رو من نمیدونم به خدا بالا شهرش پایین فرشته واقعا باور کردنی نیست خب یه ادعایی که چند سال مطرح شده مال الان نیست ما حتی یه نمونه از 2013 پیدا کردیم از همین ادعا که دکتر حسابی یه زمین خریده در مریخ یا به نامشه توی سایت بنیاد پروفسور حسابی هم که میریم اونجا اصلا یه صفحه داره با عنوان خرید زمین در کره مریخ 1346 شمسی یه متنی هم گذاشتن که یه متن به شدت عجیب غریب و اصلا مقشوش و به هم ریخته است که به سختی میشه فهمید چیه جمله های طولانی چند خطی و یه تصویری هم و یه سندی در واقع منتشر شده و یه متنی هم در توضیح اون اومده که مختوشه حالا به اصطلاح سند گیومه یه بخشیش نوشته تو این متن که پروفسور حسابی با پرداختی مشخص و نموداری از اقساطی معین برای دو نقطه خرید قطع زمینی در کره مریخ این اقدام آرنگگونه تو پرانتز سمبولیک <تص> از سوی مردم ایران و سایر کشورها در روند اقداماتی پژوهشی و ماندگار در امور نوین فضایی به جایی خلاصه اگه سردرد میاد خلاصه یه سری از این حرفا میزنن و خب ادعا اینه که ایشون صاحب زمینی در مریخه خب مهمترین چیزی هم که گذاشتن عکس سندیه که مدعی میشه که این در تایید این ماجراست قبل از اینکه اصلا بریم سراغ محتوای این به اصطلاح سند یه چیزی که خیلی مشخصه و قاطعانه میشه گفت اینه که هیچ کس هیچ کشوری و هیچ شخصی نمیتونه صاحب اجرام فضایی باشه یعنی بخشهایی از چیزهای تو فضا باشه چه سیاره باشه چه ماه باشه چه مریخ و چه هر جایی اصلا ما یک پیمانی داریم به اسم حالا Outer Space تریتی یا حالا فارسیش رو ترجمه کنم پیمان ماورای جو که طبق ماده دوم اون هیچ کشوری نمیتونه صاحب هیچ بخشی از اون چیزی که فرای زمینه بشه چه کشور باشه چه شخص برای همین از همون اول اینو ما باید بدونیم که خب قطعا آقای دکتر حسابی نمیتونه واقعا صاحب بخشی از مریخ باشه یا یه بخشی زمینی در مریخ یا هر جای دیگه خارج از زمین این اینا که بدونیم میدونیم که خب از چیزه ولی ما رفتیم سراغ اون سند سندی که در سایت دکتر حسابی منتشر شده چیزی که ما اگه یه ذره متنش بخونیم میفهمیم در واقع این سند نیست این یه فرمیه که آقای حسابی تعهد کرده که 25 دلار بده به پلانتری سوسایتی که یک انجمن حالا اکتشافات فضاییه که مؤسسش هم کارل سیگنه که مروج علم خیلی مشهور این برای کمک های در مردمی برای تأمین هزینه اکتشافات مریخه که حالا اینجا طبق دونیشنه دیگه در واقع از دونیشنه آره. رسید دونیشنه یه جوره. در واقع کمپینه در واقع کاری که انجام شده ما چیزایی که خوندیم البته اینم من اینجا تو پرانتز بگم وقتی الان داریم اینو ضبط میکنیم هنوز وسط تحقیقیم دربارش برام اگر دارید این قسمت رو میشنویم، به این معنیه که تحقیقاتمون یا اون چیزی که داریم میگیم و اون چیزی که داریم میگیم منطبقه ببینید اتفاقی که افتاده اینه که در اون سالها در سال اوایل سال دهه 90 حدود سال 92 اینا این پلانتری سوسایتی یک کمپینی را میندازه یک کارزاری را میندازه که از سران کشورها دعوت بکنه مخصوصا حالا کشورهای فضایی مثل آمریکا که تمرکز بیشتری بذارن روی اکتشافات مریخی و برای این کار از خوانندگان مجلش و مخاطبانش درخواست کرده که هر چقدر میتونید به ما کمک کنید در این راه که ما اینو بیشتر جلو ببریم برای همین این فرمی که اینجا سندشو گذاشتن سند اینه که خب چقدر شما میخوای کمک کنی به این کمپین حالا کمپین یا کارزار اکتشافات مریخ که میتونی 25 دلار 35 50 75 دولار. این قشنگ اینا همه چیزا آقای حسابی هم کمترینشو 25 دلار رو تیک زده آقای حسابی آقای. هم کمترینشو گذاشت چیز جالب این سندی که گذاشته چیز خیلی جالب همه جایی که ساله یه جوری پاک شده تو این کپی که گذاشتن هر جایی که سال این موضوع این فرم هست پاک شده ولی یک جایی از متن دیگه ای که تو این سنت هست یا تو نه من میگم سنت در واقع سنت نیست یک فرمه تو این فرم هست قشنگ به وضوح گفته که این اکسپلوریشن ها که میخوایم در سال 93 شروع بشه به ما کمک میکنه و فالا. یه جایی دیگه هم چند تا پاراگراف پایینتر نوشته با تمام شدن جنگ سرد و ظهور یک جامعه جهانی جدید و حالا باز دوباره اونجاش پاک شده پس این داریم درباره بعد از جنگ سرد حرف میزنیم ما به طور قطع میدونیم که این ارتباطی به سال 1346 نداره اون طور که سایت میگه و چیزی بین بعد از جنگ سرد جنگ سرد سال 91 تموم میشه و خب پس این ج... 1992 تاریخش هم احتمالا حدس میشه زد که برای چهار آگوست 1992 این امضا شده چهارم اوت چهار آگوست رو ما داریم میبینیم بله چهار آگوست ولی سالش پاک شده دواره. احتمالا همون قطعا بعد از 91 که احتمالا میشه همون 92 که داره ارجا میده به سال تحقیقات سال 93 و نکته جالب توجه میبینیم که آقای دکتر حسابی هم یک ماه بعدش از دنیا میره دقیقا توی بله سپتامبر 92 در واقع دنیا میره اواخر عمرش هم بوده که یه چنین اتفاقی افتاده و این در واقع اگر که این همه خود این هم واقعیت داشته باشه این دونیشنه در اون موقع انجام شده در ماه پایانی پس ما چیزی که میدونیم اینه که این سند مالکیت در مریخ نیست این فقط صرفا 25 دلار آقای دکتر حسابی کمک کردن به پلانتری سوسایتی در آمریکا برای پیشبرد حالا اکتشافات برنامه هاشون برای اکتشافات مریخ و همینه و همونجور که گفتم یه مجله ای هم داره این پلانتری داشته مجله داشته اون موقع پلانتری سوسایتی که ما توی یه نسخه شماره نوامبر و دسامبر سال 92 این مجله رو ما پیدا کردیم توی اون در صفحه 27ش توی گوشه‌ای توی ستونی اتفاقا اشاره کرده به این کمپین و کمک هایی که جمع آوری شده از و از طرف خواننده ها به دکتر حسابی اشاره نکرده ها ایرج حسابی اگه میشنوه اینجا رو تو مجله به دکتر حسابی اشاره نشده به این کمپین اشاره شده که به این کمپین اشاره شده, که کمک جمع شده و کلی کمک کردن خواننده ها و مخاطبای ما و دقیقا هم جوره دقیقا هم اسم اون کمپین با اسمی که اینجا نوشته مارس افرمیشن مطابقت میکنه یعنی که این فرم فرم کمک به اون کمپینه پس هیچ ارتباطی به خرید زمین یا به نام دکتر حسابی زدن زمین مریخ و اینا نداره و خب طبعا نشان شاخدار هم بد بگیره حالا البته ما هنو داریم کار میکنیم ممکنه به جاه جالبتر هم برسیم آره اینم هست ولی این یکی از موارد درد شده اصلا من مصاحبه ایرج حسابی با کامران نجازی که این یکی از موارد درد شده به عنوان در واقع دستاوردهای مستند دکتر حسابی توی سایت بنیاد دکتر پروفسور حسابیه پر از ادعای عجیب غریبه که دونه دونش جای کار و بررسی و اینها داره و نکته جالب اینه که با همین ادعاها یه بنیادی را افتاده که از منابع عمومی بودجه تغذیه میشه مثلا یکی از ردیف های بودجه متفرقه سال 1402 5 میلیارد تومن بودجه گرفته این بنیاد ام. در سالهای گذشته هم اینجوری بودجه میگرفته این بودجه رو میگیرن به هر به اعتبار همین اسناد جلی همین چیزهایی که واقعیت نداره ادعاهای غیر واقعی که مطرح شده به هر حال این موضوعیه که درست اسباب خنده هست ولی وقتی که میاد و میخواد ما بره نقد بشه تبدیل به پول واقعی میشه و میلیاردها تومن این وسط با این جور مسائل جابجا جا میشه دیگه اینا و تاروفم نداریم این جله و کلاهبرداری به نظر من بله این اصلا دیگه به تعارف میتونیم بذاریم کنار این دروغگویی دیگه ما که میدونیم که کم به ندرت ما از این کلمه دروغ استفاده میکنیم ولی این عملا همینه یعنی یک سندی رو گذاشته و حسابم کرده که خب کسی یه نمیخونه اینم قیافه شبیه سندی و امضای دکتر حسابی همون پایینه و همه چیش جوره دیگه هر کی یه نگاه میکنه اون بالام بزرگ نوشته مارس افرمیشن پس درباره مریخه همه چیش جوره هر کسی کسی هم نمیاد بخونه متنشو هر همه جا هم خیلی قشنگ ورداشته تمام سالا رو پاک کرده که کسی متوجه نشه این مربوط به سال 92 هیچ ارتباطی به سال 46 نداره بگذاریم حالا مطلبش هم تا وقتی که این اپیزود منتشر میشه روز جمعه روی سایت باشه و میتونید از طریق لینکش مطلب رو ببینید خب فکر که بعدی یه به زن و برخص و اینا داره مناسبه حالا هوای نروزی هست البته فیلمش به زن و برخص و اینا داره قصهش با مزه است یه ویدیویی که سالهاست داره دست به دست میشه به عنوان رقص خلخالی در حضور بهشتی مفته پرورش در سال 1154 قهدری جان واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند این گدایان چون به خان هستی ما قالبند خون مردم میخورند و خلق را خر می کنند. داریم میبینیم که یه مجلس بزمیه میه توش همین آخونده که شبیه آقای خلخالی داره با یه خانومی میرقصه مجلس شلوغه چند تا آخونده دیگه هم هستن که حالا با تا... کمی تحفیق قیافهاشون شبیه محمد بهشتی و محمد مفته میشه حدست که این ادعا که این ویدیو واقعیه درست نیست با یه نگاه میشه آدم متوجه میشه ولی قصهش یه قصه اینه که ما رفتیم، گشتی متوجه شدیم این ویدیو یه نمایشه یه برنامه تنزی بوده به اسم واریته آخوندی که در دهه شست تولید می شده تهیه کنندهش آقای رضا فاضلی بوده کارگردانش رضا سرکوب بوده و بازیگرش هم منوچهر وسوق بوده این برنامه تو لندن ساخته می شده و کارش هم همین بوده کلا کانسپتش هم شوخی کردن و تنز با آخوندا و در واقع جمهوری اسلامی بوده اینا خیلی هم در اون زمان ماهواره اونا هم که نبوده اینترنت هم که تبر نبوده نوار ویدیویی به هزار مشقت و اینا وارد ایران میشد و مردم هم تماشا میکردن و جزر. ولی بازم قصه داره و ماجرا داره که آقا فراد بقیهش رو برامون تعریف کن که دیگه ناراحت کنندم هست یه نسخه ای از این واریت آخوندی در یوتیوب هست که ما حالا یه بخشایش رو میذاریم روی سایت هست میتونید ببینید سی و دقیقه است. که می توید از اول تا آخر ببینید که قصه چیه دیگه هی بخشای مختلفه از اینکه حالا شو... تنز و شوخی با آخوندا و جمهوری اسلامی و اون وسط هم حالا یه مثلا خود آقای فاضلی یا سری مجریای دیگه هم میان که حالا یه سخنرانی های کوتاهی هم میکنن علیه روحانیت حاکم در ایران که حالا میتونیم یه بخشایشو باشنویم به این ریشان من ما میشم مثل ما در این کارم من استاد ساکت بشین یک گوشه تا جنگ ما تموم شد حاجی خربوزه ی گرگاب اومده آب غم خورده و خوناب اومده این تن و لاشت بالای چنار لب خونیت مثل اناب اومده حالا تا اینجاش خنده و شوخی و ایناست ولی خب یه اتفاق ناراحت کننده هم میافته به خاطر این ماجرا 28 مرداد 1365 در فروشگاه فیلم آقای رضا فاضلی که این ویدیوها رو تهیه میکرده بمب گذاری میشه که تو این انفجار فرزند آقای فاضلی بیژن فاضلی که 22 سالش بوده کشته میشه این انفجار خب تو خیابون کنزینگتون لندن رخ میده و به غیر از پسر آقای فاضلی که کشته میشه دوازده نفر مجروح میشن و آقای فاضلی خب این خبرش در نیویورک تایمز باستاب داشته و میگه که خود آقای فاضلی توی نامه ای که نوشته به نیویورک تایمز اونجا میگه نامه تهدید به من زده بودن که مرگ تو فرا میرسد و این صحبت و بعد از اونم آقای فاضلی از بریتانیا میره میره ماجرت میکنه به آمریکا و تا آخر عمرش هم اونجا بوده حالا چیز جالبی که این ویدیو و توضیحاتی که براش نوشته رقص خلخالی در حضور بهشتی سال 54 قهدری جان تمام اینا کسایی که پادکست ما رو گوش میدن تو این گوش دادن تا تو این چند ماه آشناس حتما براشون ماجرا و اونم کتاب شفیزاده است خاطرات شفیزاده که ما مفصل دربارش حرف زدیم و در واقع یه جوری انگار تصویر همون مهمونیه که اوایل اون کتاب اون خاطرات داره توصیفش میکنه که خلخالی مست کرده بود بهشتی بود محفته بود اصلا در قهدری بود یعنی همه اینا رو این توضیحات رو اضافه کردن شرفی زادم گوستان کشته بود اومده بود کباب میکرد دیگه نمیدونم خلخالی مست کرده بود داشت میخواد با رقاص ها میرقصید و ولی چیزی که مشخصه و احتمال بیشتری ما میدیم اینه که اون ماجرایی که در کتاب شفیزاده نوشته شده بعد از این ویدیو، پس ممکنه این احتمال هست اصلا مشخص نیست احتمال از کسی که اون کتاب رو نوشته دقیقا این صحنه رو توضیح داده انگار اینو دیده که خلخالی داره میرقصه مجلسیه چون این طولانی این ماجرای فقط یه رقص خلخالی نیست بشک نشون میده که آخونده سر بسات میز میز نه سفره قضا منقل تریاکم هم اونجاست مشروب فلان بعد مطرب میاد اصلا یه طولانیه که یه بخشش خلقالیه ولی ما میدونیم که کتاب شفیزاده بعد از این ویدیو ساخت نوشته شده برای همین اگر یک کدوم تاثیر از اون یکی گرفته باشن شفیزاده. کتاب شفیزاده کتاب خاطرات شفیزاده یه احتمال دیگه هم ممکنه این باشه که اصلا یک همچین داستانی شایعه‌ای بوده از همچین مهمونی و حالا هر دوشون از اون تاثیر گرفته باشن اینو نمیدونیم ولی چیزی که میدونیم این توضیحاتی که این نمیدونم خالی و در جانسال جان سال 54 به وضوح از اون کتاب گرفته شده و دوباره گذاشته شده این توضیحات روی این ویدیو و در شبکه های اجتماعی میچرخه خیلی هم اینو در چند تو این یکی دو سال مخصوصا ما بهش برخورده بودیم ولی هیچ فرصت این پیش نمیمد که فکر چک کنیم خیلی هم برامون فرستادن یعنی یادم میاد از سال 97 98 هر از گاهی برام میفرستادن وقت نشده بود ولی خب با توجه تحقیقات جعفر شفی زاده و اینا را... آره خیلی فیکه چون کات میخوره یعنی قشنگ ویدیو چیز نیست که بگیم این مثلا هندیکم حالا <تصفح> هندیکم ورژن اون موقع سوپر هشتیه مثلا داشته قشنگ معلومه کات میخوره به کلوساپ اون یکی کاراکتر بعد میخوره بکنه یعنی فیلم چیز پروڈاکشنه. پروڈاکشنه کم و بیشرفی تر از فیلم خانگی ولی خب به حال اینم ماجرای این ویدیو بود که خب یک قصه تلخی هم در حاشیه‌اش داشت خب الان تا تو شبکه های اجتماعی هستیم بریم فکچک های این هفته هم با یک محتوای اینستاگرامی جذاب اینستاگرامی جذاب و فوتبالی درباره آقا کریم باقری یه ویدیوی مخاطبا برامو فرستادن که تو این ویدیو که حالا نریشنش به وضوح هوش مصنوعی یعنی آدم نیست ولی خب به فارسی داره میگه که درباره اینه که لوگوی بوندسلیگا و لوگوی که امروز کسایی که فوتبال آلمان رو دنبال میکنن میدونن دیگه چه لوگویه به خاطر یک ایرانی و اونم کریم باغری این شکلی طراحی شده و به خاطر گلزنی کریم باغری برای تیم آرمنیا بیلفلد به این شکل در اومده و حالا این لوگویی که در این لیگ میبینیم کریم باغری خودمان است راز تغییر لوگوی لیگا توسط یک ایرانی تیتر اول روزنامه های آلمان در سال 1996 بود که از گلزنی کریم باقری برای آرمینا بیلفیلد مقابل ما اینز در دقایق پایانی متعجب شده بودند بعد از این گل کریم لوگوی بوندس لیگا از این به این تغییر کرد و این تصویری که حالا در لوگوی این لیگ میبینیم کریم باقری خودمون هست خب این موضوع رو ما رفتیم چک کنیم ببینیم چی چیه قصه و ما در صفحه تاریخ لوگوی بوندسلیگا در سایت بوندسلیگا این نکته ذکر شده که این لوگو تصویر هیچ بازیکن یا صحنه خاصی نیست ولی خب با این حال میریم رفتیم ما بررسی کردیم که ببینیم که این چقدر میتونه درست باشه اولا خب بعضی اطلاعات زمانی که تو این ویدیو گفته میشه نادرسته این گل رو کریم باغری روز 25 مرداد 70 1377 زده معادل 16 آگوست 1398 در چارچوب مسابقات بوندسلیگا دو یعنی دسته 2 لیگ ملی فوتبال آلمان زمانی که خب آرمینیا بیلفلد سقوط کرده بود به رده پایینتر و خب تنها گل بازی هم بوده و همون شکلی هم زده شده که خیلی هم گل قشنگی واقعا <applause> گل قشنگی این همون تصویر لوگوی چیزه ولی مش چیز اینه که اولا فارغ از این که هیچ سندی وجود نداره در که گل کریم باقری باعث شده که یو بوندسلیگا به خاطر یه گلی که یه بازیکنی در لیگ دست دو زده بیاد با لوگوشا عوض کنه فارغ از اینکه که چی نداریم اینجور گل زدن که بازیکن بره هوا و پاش یه پاش بره جلو و شوت بزنه حرکت خاصی نیست که سابقه نداشته باشه یا یه چیز عجیبی باشه که یک بار اتفاق افتاده همیشه داره اتفاق میفته حتی یه ویدیوی خود بوندسلیگا منتشر کرده از گلهایی که گلها یا حرکات بازیکنها یا صحنه هایی در فوتبال آلمان که شبیه لوگوشون میشن بدون اینکه بگه این لوگو بر اساس اوناست چون خیلی از اصلا بعد از طراحی لوگو به جز این تصاویر و این گفته ها اگر ویدیو رو ببینید توی بخشیش یه تصویری از یه روزنامه نشون میده که به انگلیسی تو تیترش نوشته ایرانیان Player کریم باغری چینج the بوندس لیگا لوگو همچی تیتری جایی منتشر نشده ما چیزی رو نتونستیم پیدا بکنیم اصلا اگر واقعا کریم باغری باعث شده بود که قطعا ما منابع متعددی به این مورد اشاره میکردن ما اصلا همچین چیزی پیدا نکردیم علاوه بر اینها عکس رو هم که بررسی میکنیم با نرم که بتونن دست... اکس های دستکاری شده رو پیدا بررسی کردیم میفهمیم که این عکس دستکاری شده و اصلا این تیتر رو بعدا اضافه کردن یعنی یک صفحه روزنامه جعلی ساختن که این بخوان مثلا صنعتسازی سنت سازی بکنن برای این ادعا خب و برحال اینم از ماجرای لوگوی بوندسلیگا اینکه هیچ ربطی به آقا کریم باقری نداره خب آقا فراد این هفته اپیزود قبلی هفته پیش پنجاه تا کامنت داشت من نبودم خیلی استقبال بسیار زیادی از حضور دوباره روزا شده بود من کامنت رو میخوندم گفتم الان شنوندا میگن ای بابا دوباره رضا اومد کاشکی بره مسافرت دوباره روزا خلاصه به هر حال یکی آره دیگه نوشته بودن یا زودتر دوستان آقایون برید مرخصی, مرخصی که روزا خلاصه هستیم خدمت شما فعلا همچنان فراد هستی اگه رفتیم مسافرت ولی نه واقعا یه اپیزودای مخصوصا اپیزودایی که روزا نقش محوری داره توی مطالب باید بیشتر خواهش بکنیم بیاد حضور داشته باشه حالا یا دو نفری یا سه نفری بگیم که بیاد و بچه های دیگر هم حتی خواهش بکنیم آقا افشین هم دو سه نفر نوشته بودن که باید بیاد مشارکت داشته باشه حضور داشته باشه مشارکت که داره خیلی زیادم داره ولی حضور داشته باشه خلاصه میخوای چند تا از کامنت ها رو بخونیم آقا فراد خب من خیلی سریع اسمای دوستانی که کامنت گذاشتن رو بخونم خیلی زیادن همونجوری که گفتی علی آرش دوباره علی علی رزا گیلیمش بهاره محفا جی جی میرام می محمودی فرزاد یاسی تارا سمی گندالف محمود فری مهران بهنام شاهو دیوید دکتر جون وایز اول شهاب شایان محسن احسان رضا وحید پرها محمد امید رضا بابک در یوتیوب دوستانی مثل محسن تاج ای بی بی آر و ان دلجو برامون کامنت گذاشتن برای اون پادکست گیلگمش و ریحانه هم به این چیز اشاره کردن به این نکته که طبق تعاریف معمول و متداول سودان و ترکمنستان البته سومالی فکر کنم منظورش بوده سومالی و ترکمنستان جز خاورمیانه کشور خاورمیانه نیستند و نباید جز تون جدولتون یا تو اون رد بندی می اومد نکته اول این که اولا که این کشورا ینی رد... یعنی تفکیک کشورا که در کدوم موقعیت هستن سازمان های بین تقسیم های متفاوتی دارن مثلا ایران تو بعضی از این تقسیم ایرانو ها ایران و جز جنوب آسیا حساب میشه توی بعضی میاد تو خاورمیانه میانه حساب میشه این رو باید بگیم یه ترتیب واحد و مشخص و قطی وجود نداره به طور مشخص اینجا ما داریم درباره IMF صحبت میکنیم توی تقسیم مندی های IMF کشورهای شمال آفریقا و خاور میانه که مینا به اصطلاح میگن سومالی جزوشون هست و بنابراین یعنی به خاطر همین بوده حالا توی اون جدولی هم که ما داشتیم بررسی میکردیم اسم ترکمنستان هم بود جزو اون کشورهایی که به حال چون همسایه ایران است جزو اون کشورهای منطقه تو اون منطقه بود اون رو هم ما اوورده بودیم ولی به با... نظر تکنیکی ترکمنستان جزء تقسیم بندی های خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول نیست اما سومالی هست خلاص یعنی سو... چیز بشه دیگه حالا با تخفیف ترکمنستان رو ردش بکنیم ولی سومالی رو درست نوشتیم این توضیح بگیم والا مطلب ها تغییر نمیدیم ادیت نمی کنیم و ترکمنستان رو میذاریم باشه خیلی هم والا در کلیت موضوع و مطلب تغییری ایجاد نمی کنیم. ولی آقا فراد دم بچه های مخاطبمون گیلگمش و ریانه گرم که اینقدر دقت میکنن به این نکات کوچیک ممنونیم ازش بله تازه انتقادم کردن که چرا ما هفته پیش به شما نیمه, نیمه درست دادیم سر قصه پسرای صدام بله. گفت نو... وحید نوشته خدایی با تخفیف زیاد فراد جون قرار نبود برای آقا رزا پارتی بازی کنی خدایی با تخفیف زیاد به موضوع اودی و کمیته ملی المپیک را میشه نشانش <تصفح> گمراه کننده داد نه نیمه درست <تصفح> اینم به حال حرفیه چیز دیگه اعمال سلیقه هم میشه که تو نشون دادن آره یعنی هوای دوستاشونو اوفرات دارن دیدم شما اگر به ما نادرست نهید پرهام برامون نوشته که سی میلیون نهال در 25 هکتار میدونید یعنی چقدر یعنی هر نهال مساحتی معادل صفر ما از نقطه نقطه 83 متر مربع داشته باشه یعنی مربعی به زل 9 سانتی متر لطفا دقت کنید خیلی ممنون از پرهام با این دقت خیلی خوبی که داشت بله کاملا حق با شماست <applause> اگه تقسیم بکنیم 25 هکتار و 30 میلیون یعنی تقریبا داریم میگیم صحبت میکنیم یعنی که هر در هر یه مربع 9 سانتی متر در 9 سانتی متر در درخت کاشته شده که غیر ممکنه تقریبا تقریبا که نه تحقیقا غیر ممکنه ما رفتیم منبر رو چک کردیم خب ما دو جا به دو منبع اشاره کردیم یه منبعی که اجازه داده بودیم یورونیوز یه منبع هم سایت دی پلنت وایس بود که ما این رو از روی این قسمت از روی دی پلنت وایس برداشتیم که اشتباه انجام نوشتن 25 هکتار اشتباه توی یورونیوز دقیقترش هست میگه که 30 میلیون درخت در 10 هزار هکتار در طول 25 سال نه 25 شکل درستش اینه خیلی تشکر میکنیم مطلب رو اصلاح میکنیم و توضیح هم مینویسیم که این نکته درست چجوری بوده ما خودمون همیشه میگیم که باید به عددا دقت کرد عددا معنی دارند و دقیقا منظورمون همین دقت و همین پیدا کردن معنی که پرهام عزیز انجام داده بود در همون ما باید اول ما باید این کار رو میکردیم که حالا دستمون درف اصلاحش میکنیم خیلی ممنون آقا پرهام وقتی این اپیزود رو میشنوید دیگه تصحیح شده روی سایت و منم ممنونم از پرهام و همه دوستانی که حواسشون هست که همه چی دقیق گفته بشه و اگه اشتباهی ما داشتیم حتما تذکر میدن خب این از اپیزود 155 اولین اپیزود در سال 1403 ممنون که پادکست فکنامه رو میشنوید امیدوارم که تعطیلات عید خوش بگذره به همه و سال خیلی خیلی خوبی داشته باشیم هممون حالا ما هفته دیگه هم در یک اپیزود دیگه تو تعطیلات ما یه اپیزود دیگه هم خواهیم داشت دیگه ولی تو اون مدت اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کس باکس، اسپاتیفای، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، ترز و اکس برامون کامنت بذارید ضمن این که خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید و برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر میکنیم و هر هفته لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم یک بار دیگه میخوام یادآوری بکنم اگه شرکت نکردید در اون نظرخواهی فکچک سال هم شرکت کنید وقتتون زیاد نمیگیره یه لینک فقط از بین اون گزینه ها میتونید یکی رو انتخاب کنید هیلا نیکو کاورهای اپیزود ها رو طراحی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تهیه کننده پادکست هم افشین صدریه علاوه بر موسیقی همیشگی پادکستمون ما این هفته هم از قطعه والس نوروزی استفاده کردیم که کار موزیسین و خواننده گیلانی آقای احمد آشورپوره و امیدوارم خوشتون بیاد آدرس سایت ما از فکنامه وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ عیدتون مبارک خدا نگهدار سوار آمد سوار آمد به مرکب نوروز خورشید تابان یهو خوشم خوشم که عمر دی سر آمد رانجام بگرفت پایان یهو بیا که خوش دلم به روی تو شادم کن در این نو بهاران سر ما رفته غم به یک جا رفته پا به کوبیم یاران به من تو بادا سال نو فرخنده به سال نو گردد ما را لب برخنده. ستاره بختت چون مهر تابنده به همه کسان به همه یاران خوش و خورم روزگاران آیه هفتین رو به آینه خوشتر چه باشد شم ها جام جام زرین خوشتر چه باشد ایدی از یارو یار دیرین خوشتر چه باشد گیرم در آغوشش میگویم در بوشش صد سال به این سالا بهاری سه سواری سه می نازن این خورشی دست به نوروز یهو خوشم خوشم که دیوزم به پا پاچیر دل باز پیروز یهو بیا و خوش بکن دیل اجی و حالو و فرسال سوزای خور روز سرما بوش و غم به یک جا بوش و به یاران ترب به تازه سال میره هم ترب من خوشی یو اقبال میره هم ترب یه شادی تر همه حال میره هم به همه یاران به کسو کاران قروم به روزگاران هفتینه بر رو به آینه خوشتر در من شانه خود جام زرین خوشتر در دارم من دیده از اون گنجین خوشتر در دارم من نو گل کشم صاف و بی غشت کم ست سال تو بادا سال نو فرخنده به سال نو گردد ما را لب پرخنده ستاره بختت جون مهر تابنده به همه کسان به همه یاران خوش خورم روزگاران